بادیست ها. اردوی ما شروع شده. به زودی مسابقات جام باشگاه‌های اروپایی شروع میشه. بسیاری از تیم‌های اروپایی به این مسابقات راه یافتن. منم خودم رو آماده کردم. زود رسیدی. هنوز 2 ساعت به شروع تمرین باقی مونده. تو ریول هستی؟ من عادت دارم زودتر از همه به زمین بازی برسم. درست مثل خودم. عجب انعطافی، عجب قدرتی. اون اوغان تیم کاتالونیا هست. سلام، من از برزیل اومدم به اینجا. سلام، اسم تو سوباسا. ما در انتظار رسیدنت بودیم. خیلی ممنون. زود باش، با هم تمرین میکنیم. ها؟ باشه، مشکل نیست، زود باش. من همیشه از تکنیک بالای ریول خوشم اومد. بعضی از کارشناسان از اون به عنوان بهترین فوتبالیست جهان نام میبرن. فرصت خوبیه که با اون در یه تیم باشم. بدون شک اون میخواد مهارت من رو امتحان کنه. به اون ثابت میکنم که انتقال من به تیمش یه امر تصادفی نبوده. این داستان مبارزه یک جدید. نمیتونم در رو باز کنم. همینجا منتظر بمونی تا موقع تمرین کردن برسه. بس باید بیشتر از نیم ساعت اینجا منتظر بمونی. شنیدید میگن سوباسا پیشنهاد فوق‌العاده‌ای از سوی تیم ایتالیایی رو رد کرده؟ واقعا؟ آره، به اون پیشنهاد پرداخت بیشتر از 10 میلیون دلار شده. عجیبه. پس چی باعث شده تا اون در بین این همه تیم کاتالونیا رو انتخاب کنه؟ تیم کاتالونیا از نظر اهمیت دست کمی از تیمای ایتالیایی نداره. فراموش نکن که ریوال ستاره این تیمه. از این موضوع متوجه نکته مهم می شدم و اون اینه که سوباسا به دنبال پول نیست، بلکه دنبال کسب تجربه است. سلام بچه، چه خبر؟ سلام، اتفاق جدیدی نیفتاده. خبری نشده؟ پس واسه چی خبرنگارا پشت ورزشگاه جمع شدن؟ واقعیت بهش بگو آلبرت. خبرنگارا اومدن که با سوباسا مصاحبه کنن. منظورت همون بازیکن جدید تیم ماست؟ نمیدونستم اون امروز میرسه. زود باش بریم ببینیمش. میگن اون بازیکن خوبیه، اما فکر نکنم بتونه بر سر تساوی پست هافبک میانی با ریوال رقابت کنه. معلومه، واقعا عجیبه بهش پیشنهاد دادن در تیم ما بازی کنه. خیلی خوب، دیگه کافیه. بهتره تا بازیشو ندیدیم در موردش قضاوت نکنیم. شگفت انگیزه. اون به خوبی میتونه حریفو فریب بده. ریوال، الان فهمیدم که تو شایسته شهرتی هستی که بهش رسیدی. من باید خیلی قبل از اینو باهات آشنا میشدم. خیلی خوب، گوش کن ریوال. نظرت چیه الان با هم مسابقه بدیم؟ شاید مربی در صدد پیدا کردن جایگزین بر بیاد. جایگزین؟ شاید همین باعث شده تا سرمربی باشگاه متقاعد کنه که سوباسا عضو جدید تیممون بشه. میدونید، ما این کار نمی کنیم که ریوال بازیکن خوبیه، اما اون در همه مسابقات سعی نمی کنه سطح بازیشو بالا نگه داره. به خاطر همین سرمربی تصمیم گرفته تا سوباسا رو به عنوان جایگزین ریوال انتخاب کنه. سوباسا جایگزین ریوال بشه؟ باورم نمیشه. شما سوباسا رو نمیشناسی. اون شایسته تقدیر و ستایشه. اگه جایگزین ریوال بشه هم جای تعجب نداره. در موردش زود قضاوت نکنین بچه ها. گونزالس، مثل اینکه تو اونو خوب میشناسی. خب معلومه. چند سال پیش در جام جهانی رده نوجوانان باش مسابقه دادیم. اون ثابت کرد که بازیکن برجسته‌ایه.
ولی نمیدونم بازم در همون پست بازی میکنه یا. به نظر من اون بازی ساز خیلی خوبیه، فکرش هم خوب کار میکنه. اون در هر دو جناح خوب بازی میکنه. یعنی میخوای بگید اون به جای منم بازی میکنه؟ آروم باش بودی، گوش کن، ما در هر شرایطی باید تابع دستور سرمربی ادوارد باشیم. الان تمرین شروع میشه، شما میتونید تشریف بیارین تو. بیارینش تو جاش. سوباسا چی شد سوباسا؟ چه افزایی میشه؟ این اتاق اختصاص به امتحان گرفتن از فوتبالیستا داره. وای اینا دیگه چیه؟ بفرما، زود باش. بازیکن تو این اتاق آماده میشن. هر کدوم از بازیکن‌ها با توجه به توانایی بدنیش جای به خصوصی داره. تمام این دستگاه‌ها به رایانه وصلن. این رایانه‌ها با دقت تمام حرکات بازیکن‌ها رو به طور فهرستوار ثبت و ضبط می‌کنن و راه‌های بهبود و نحوه کار کرده بازیکن‌ها رو نشون میدن. کاکرو، وقت اون شده که آزمایش بشه. تو همون بازیکن جدیدی؟ بله. میخوایم نحوه کارکردش رو بررسی کنیم. ایشون آقای مات مسئول بخش پرورش اندام هستن. سلام، خوشبختم آقا. سلام، بهتره هرچه زودتر کارمون رو شروع کنیم. همونطور که انتظار داشتم. نمیدونم چرا به فردی مثل تو اینقدر اهمیت میدن. ولی آقای مات، گوش کن، اطلاعات به دست اومده از تو نشون میدن که شایسته بازی کردن در تیم های ایتالیا نیستی. نمیفهمم منظورتون چیه آقا. این عکس خوب نگاه کن. عضلات سمت راست تو بزرگ و قوی هن، اما با عضلات سمت چپ بدنت به هیچ وجه همخونی ندارن. نتیجه که به عمل اومده از معاینه عضلات رضایت بخش نیست. این نتایج نشون میدن که تو نمیتونی یه فوتبالیست موفق باشی. خانم نیکو، چی باعث شده تا این بازیکن ضعیف رو پیشنهاد بدی؟ بگی ببینم چه اشکالی داره که عضلات بدن هم خونی نداشته باشن. این موضوع به تو ربطی نداره، مهم نتیجه است. گوش کن کاکرو، در جسم تو اشکالی وجود داره که مانع از پیوستن تو به تیم میشه. ولی من اصرار دارم مسائلو به طور کامل بفهمم. من مجبور نیستم با بازیکنای جدید جر رو بحث کنم. من در گزارش خودم خواهم نوشت که تو به دردت. تو حق نداری با این سرعت در مورد من قضاوت کنی. تو باید منو در زمین بازی ببینی. فهمیدی دکتر؟ فهمیدی یا نه؟ هاجرو، آروم باش، خواهش میکنم. دستگاه‌های پیشرفته جنابالی برام هیچ اهمیتی نداره. تصمیم گیری تو بذار برای بعد از اینکه منو تو زمین بازی دیدی دکتر. من هرچی میدونستم گفتم. از اینجا برو بیرون، وگرنه به زور بیرونت میکنم. کاکرو، بلش کن، خواهش میکنم. چی شده؟ چرا این همه داد و بیداد میکنین؟ سلام آقای مربی. آکرامات، اینجا چه خبره؟ به من بگین چی شده، ها؟
آقای ماتس، بهتر این موضوع به تأخیر بندازیم. هکرا، مایلم باهات حرف بزنم. زود باش بیا دنبالم. چشم. با رفتن سوباسا ما دیگه اینجا کاری نداریم. ما نمیدونیم اینجا چه اتفاقی افتاده، فقط چند تا عکس نامفهوم گرفتیم، فقط همین. درسته، ولی بعضی از عکس ها از یک سوال مهم حکایت میکنن. چی؟ چرا سوباسا در برابر ریوال به زمین افتاد؟ ای کاش میدونستیم قبل از رسیدنمون به اینجا چه اتفاقی افتاد. امید کاری از پیش نمیبره، تمام زحمتم به هدر رفت. من 5 ساعت پیش بیدار شدم تا زودتر از همه به اینجا برسم، ولی نتیجه ای نداد. اولین روزشون جوری که دوست داشت نشد. باید دید بقیهش چجوری میگذره. عمو جان، من تصمیم خودم رو گرفتم. من تیم کاتالونیا رو انتخاب کردم. همون تیمی که ریول در اون بازی میکنه. انتخاب خوبی داشتی سوباسا، آفرین. تو میتونی از مهارت‌های اون بازیکن بزرگ استفاده های زیادی بکنی. اعتماد به نفس داشته باش، مواظب به خودت باش. دوباره به هوش اومدی؟ بله. این بیهوشی ناشی از ضربه‌ای بوده که به سرت خورده، ولی هیچ جای نگرانی نیست. من ازت میخوام استراحت کنی. چشم آقای دکتر. اون بر من پیروز شد. اعتراف میکنم که اون یه بازیکن استثنائیه. فهمیدم اونجا چه اتفاقی افتاد. تو باید خودتو کنترل کنی پسر، فهمیدی؟ خشم به درد فوتبالیست نمیخوره. معذرت میخوام. اشکالی نداره، امیدوارم دفعه بعد مواظب طرز برخوردت باشی. آقای ماتس به وظیفه خودش عمل میکنه و آزمایشایی که به عمل میاره برای ما بسیار مفیده. ما به اونا توجه داریم، ولی در وهله اول به تکنیک بازیکن نگاه میکنیم. وظیفه بازیکن مهاجم اینه که گل بزنه. اگه نسبت به مهارتهای تو مطمئن نبودم، تو رو به تیم دعوت نمیکردم. فهمیدی؟ بله فهمیدم جناب مربی. من از اداره باشگاه خواستم تو از تو دعوت کنه و بازم بر این خواستم اصرار میکنم. اونجوری باش که من فکر میکردم. به شما قول میدم جناب مربی. من به شما قول میدم تمام تلاشمو به کار ببرم. من مرتب در جلسات تمرین شرکت میکنم تا جزو بهترین بازیکنهای شما باشم. چای سبز بیا، برات خوبه. خیلی ممنونم. گوش کن، تو میتونی به من بگی قبل از رسیدن بازیکنان چه اتفاقی افتاد؟ هیچ موضوعی رو از قلم ننداز. من با سرعت به سمتش رفتم و سعی کردم ازش عبور کنم، ولی سرم به کتفش خورد. خیلی خوب، از عمد این کارو نکرده. خیلی خوشمزه است. آره منم دوست دارم. امروز بازیکن خیلی خوبی رو ملاقات کردم. باید اعتراف کنم من به اینجا آمدم تا چیزایی ازش یاد بگیرم. تا با نشنیده بودم که بازیکنی از هم تیمی خودش چیز یاد بگیره. غیر از من. از صراحت لهجت خوشم اومد جوون. تو منو یاد بازیکنی میندازی که ازش خوشم اومده بود. منظورم ریوله، بهترین بازیکنی که ورزشگاه ما تا به حال به خودش دیده. اون مرد آرومیه و هیچ وقت خشمگین نمیشه. اما 2 سال پیش کارت زرد گرفت. هیچ وقت اون مسابقه رو فراموش نمیکنم. دیدار هیجان انگیز در چارچوب جام باشگاه اروپایی. ریول بعد از برگشت از برزیل مثل همیشه نبود. به نظر میرسید اون در کشور خودش با مشکل بزرگی مواجه شد. حریف اون در این مسابقه پرول کاپیتان تیم مقابل بود. اونا در اون بازی بارها با هم رو در رو شد.
گل بارها سعی کرد حریف ریبول بشه و موفقم شد و گل اول تیم خودش رو در نیمه اول به ثمر رسوند. رقابت بین اون دو شدت رور اصرار داشت ریبول رو زیر نظر بگیره. کاپیتان تیم ما سعی کرد از شر اون خلاص بشه، خاطر همین کنترل خودش از دست داد و تونست حریف سرسخت خودش از سر راه برداره و متاسفانه کارت زرد بگیره. این تنها کارت زردیه که اون دریافت کرده؟ درسته. ولی نتیجه مسابقه چی شد؟ ریبول بعد از اون دو گل پیاپی به ثمر رسوند. پیروزی از آن تیم کاتالونیا بود، اما پرونو برای معالجه به بیرون از زمین بازی رفت. البته ضربه‌ای که به سرش خورد محکم نبود، اون مدت کوتاهی بیهوش شد و ریبول تونست بدون مزاحمت کارشو ادامه بده و تونست دو گل به ثمر برسونه که با اونا تیم ما به پیروزی رسید. کاتالونیا بعد از اون با تیم دیگه مسابقه داد و جام قهرمانی رو از آن خودش کرد. ما نمیدونیم که آیا ریوال عمدن حریف خودش رو زده یا حواسش نبوده. اون تنها کسیه که میتونه به این سوال جواب بده. ما بارها ازش سوال کردیم، در برابر این سوالا فقط سکوت میکنه. از شما ممنونم. کجا داری میری؟ برمیگردم به تمرین. چی؟ بهتره امروز استراحت کنی. ولی من حالم خوبه آقای دکتر. نگاه کنید، بدون کمک به در اتاق رسیدم. میبینید؟ منظورتو فهمیدم. تو میخوای در اولین روز حضورت در اینجا مهارتای خودتو نشون بدی. درسته. من کشورمو ترک نکردم تا وقتمو روی تخت خواب بگذرونم جناب دکتر. عجب بازیکن جالبی، تو حتما در اینجا پیشرفت زیادی میکنی. سوباسا سعی میکنه تا از تجربه ریبول استفاده کنه. ممکنه شیوه بازیش فرق داشته باشه، ولی دستاورد بزرگی برای تیم محسوب میشه. جالب با فشاری اون حکایت از این هم میکنه. اگه بازیکن با مسئولیتی نبود هیچ وقت از رخت خوابش بلند نمیشد. بدون شک اون سعی کرد تا از ضربه وارد شده به سرش دوری کنه. مطمئنم این امر از مهارت‌های اون حکایت میکنه. ای سوباسا اومد! سوباسا برگشت! سوباسا! منو ببخشید، راهو برام باز کنید. زود باش، ازش عکس بگیر. دوست من، این عکس میره رو جلد. ما از خاطرات روز اول آشناییمون با سوباسا می‌نویسیم. حضور سوباسا توجه همه رو به خودش جلب کرد. بازیکنی که شجاعت کم نظیری داره. سلام، من رو ببخشید که دیر کردم. اسم من سوباسا است. خوشحال میشم که یکی از بازیکنان تیم شجاع کاتالونیا باشم. حوادثی که برام در اولین روز از رسیدنم به تیم اسپانیا رو داد و مشاهده کرد. تیم کاتالونیا بسیاری از بازیکنان حرفه‌ای رو در خودش جای داد. من باید به اونا ثابت کنم که میتونم باشون رقابت کنم. امتحان جدیدی برای مهارت‌هایی که به تازگی کسب کردم. آیا روزهای آینده اونطور که دوست دارم سفری میشه؟ آیا میتونم در این باشگاه جایی برای خودم پیدا کنم؟ چطور به دیدار حریفانم برم و خودم رو بهشون نشون بدم؟ به امید دیدار. پایگاه اطلاع رسانی راسخون.